قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. در آغاز خود به همه شما را به تقوا و پرهیزگاری و التزام و تمسک به دین و شریعت الهی سفارش و توصیه می کنم. ماه رحمت و مغفرت است. رمضان به عنوان ماه مغفرت و رحمت شناخته می شود، ماهی که درهای رحمت و مغفرت الهی به سوی بندگان یا به روی بندگان باز می شود. و بسیار ظلم است در حق خیشتن که انسان در این ماه خود را از رحمت و مغفرت الهی محروم بگرداند. تفتح فیه ابواب الرحمه هو شهر اوله رحمه و اوسطه مغفره. چقدر روایات در این رابطه هست که در این ماه درهای رحمت الهی گشوده می شود. ماهی است که آغاز آن رحمت است، وسط آن مغفرت است، پایان آن آزاد شدن از آتش جهنم است. روایات و احادیث و آیاتی که باز در قرآن هم ما اشاراتی داریم نسبت به اهمیت رحمت و مغفرت و شروط و اسباب رحمت و مغفرت که خود میتواند برای همه انسانها سلوحه باشد در زندگی. هر انسان عاقلی که میخواهد از اسباب و موجبات رحمت الهی برخوردار بشود، بهترین فرصت را پیش رو دارد. دعای معروفی است که اللهم اینی اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک و السلامت من کل اثم و الغنیمت من کل بر و الفوز بالجنت و النجات من النار. کامیابی به بهشت و نجات از آتش جهنم پیش شرط دارد. خدایا من از تو درخواست میکنم موجبات رحمتت را و اسباب مغفرتت را. این موجبات رحمت و اسباب مغفرت را باید بشناسیم که چه اسبابی میتواند ما را مشمول رحمت واسعه پروردگار و مغفرت واسعه خداوند بگرداند. الله جل جلاله ما را فرا میخواند، ما را دعوت میکند به سرعت و سبقت در امر خیر و سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها كعرض السماء والارض. بشتابید و سبقت بگیرید به سوی مغفرتی از جانب پروردگارتون و بهشتی که پهنای آن پهنای آسمانها و زمین است. دعوت پروردگار برای مغفرت، برای شتابیدن به سوی مغفرت و بعد بهشت. دقیقا مغفرت را خداوند قبل از بهشت ذکر کرده است
تا حالیمون بشود که مغفرت شرط بهشت است، پیش شرطی است برای ورود به بهشت. اگر انسان نتواند مشمول مغفرت خداوند بگردد، نمیتواند به بهشت برسد. لن يدخل احدا الجنه عمله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که هیچ کس را عملش به بهشت وارد نخواهد کرد. عمل ما فقط بهانه ایست برای جلب رحمت خداوند. قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتم تو هم ای پیامبر باز هم همینطور هستی. فرمود ولا انا الا ان يتغمدني الله بمغفره ورحمه، من همین گونه هستم مگر اینکه خداوند مرا بپوشاند با مغفرت و رحمت خودش. پس اون چیزی که ما به شدت به اون نیاز داریم رحمت و مغفرت پروردگار است. محروم شدن از این دو، از رحمت و مغفرت، محرومیت از بهشت است. این است که سعی بکنیم در این ماه به هر قیمتی شده، به هر وسیله‌ای که شده، خودمون رو مستحق رحمت و مغفرت الهی بگردانیم. برای چه کسانی این مغفرت و این بهشت مهیا شده است؟ اعدت للمتقین، کسانی که اهل تقوا هستند. بهشت مهیا شده است برای پرهیزگاران. رحمت خداوند هم تدارک دیده شده است برای چه کسانی؟ و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون. من این رحمت خودم را که فراگیر است و همه چیز را در بر گرفته است، رحمت خداوند در دنیا همه موجودات را در بر گرفته است. این دنیا اصلا جلوه رحمانیت پروردگار است، همه برخوردارند. اما فساکتبها، در آینده یعنی در جهان آخرت، من این رحمت را واجب می‌گردانم برای کسانی که یتقون، تقوا پیشه می‌کنند، پرهیزگارند. این یتقون و اون متقین چه کسانی هستند؟ صفتشون را خداوند بیان کرده است در نص قرآن. اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء. اولین صفت پرهیزگاران این است که در آسایش و سختی انفاق می کنند. اولین صفتی که خداوند بیان کرده است که می خواهد فضیلت فوق العاده انفاق را در ارتباط با پرهیزگاری و ورود به بهشت و استحقاق مغفرت بیان بکند. انفاق فی سبیل الله، ينفقون فی السراء والضراء، اون هم نه در حالت خوشی و آسایش فقط، حتی در سختی و محنت هم انسان انفاق بکند. انفاق و صدقه که این ماه به اون شناخته می شود و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان الگوی برتر این امت، قدوه و مقتدای این امت، بالاترین جلوه سخاوت بود، بالاترین الگوی سخاوت بود که برای همه ما می تواند سرمشق باشد. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس و کان اجود ما یکون فی رمضان. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست و دلبازترین و سخاوتمندترین انسان ها بود و بیشترین حالت سخاوتش در ماه رمضان مشاهده می شد. حین یلقاه جبریل، در اون شبهایی که جبرئیل با او ملاقات می کرد. و کان یلقاه فی کل لیلت من رمضان فیدارسه القرآن. جبرئیل در هر شب رمضان، از شبهای رمضان، با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم موعد ملاقات داشت و با او قرآن را مدارسه می کرد، قرآن را دور می کرد با او، قرآنی که از جانب خداوند بر پیامبر نازل کرده بود. او به عنوان واسطه وحی این قرآن را با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مرور می کرد در این شبهای رمضان. فلرسول الله صلی الله علیه و سلم اجود بالخیر من الریح المرسله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این اوقات از شوق و اشتیاق ملاقات جبرائیل و قرآن اونچنان نیرویی پیدا می کرد، اونچنان انگیزه ای پیدا می کرد که مثل باد انفاقش به همه جا می رسید.
سخاوتمندیش مثل باد که به همه جا سرایت می کند، به هر سوراخ و سنبه ای وارد می شود. سخاوت پیامبر صلی الله علیه وسلم به همه جا سرایت می کرد، به همه کس می رسید. این سخاوت با عنوان سرمشق برای انسان از جانب پیامبر صلی الله علیه وسلم خود می تواند هر انسان مؤمن را که پیامبر صلی الله علیه وسلم را به عنوان سرمشق و الگوی خودش قبول دارد، می تواند تکلیف او را مشخص بکند، تکلیف خود را بفهمد. این انفاق و صدقاتی که گاهی احساس می شود کمرنگ شده است، الله جل جلاله مهمترین محور خیر را که باید تشویق بکنن انسانها همدیگر را به آن، یکی از اون محورهای خیر امر به صدقه است. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر به صدقه. در بسیاری از گفتگوهای انسانها خیری نیست مگر کسی که امر کرد به صدقه، او معروف، یا امر کرد به معروف، او اصلاح بین الناس، یا امر کرد به اصلاح و آشتی بین مردم. همین صدقه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مکرر در خطبه‌های جمعه آنگونه که عمران ابن حسین رضی الله عنه می‌فرماید ما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا امرنا فیها بالصدق، هرگز پیامبر برای ما خطبه ایراد نکرد مگر اینکه ما را در اون به صدقه تشویق کرد. و این ماه، ماه انفاق است، ماه صدقات است. بعد از خودمون مایه بگذاریم برای این امر. باید انگیزه خودمون رو تقویت بکنیم، باید شح و حرص درونی خودمون رو مهار بکنیم تا از فتنه مال سربلند بیرون بیاییم. ان لکل امت فتنه و فتنه امتی المال، فتنه و وسیله آزمایش سخت این امت مال و ثروت است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پیش بینی میکرده است که امت در چه زمانی قرار میگیرد که مال و ثروت برایش حرف اول را میزند. خرج و هزینه های زندگی اونقدر زیاد میشود که دیگه انسان در اون فتنه قرار میگیرد که نمیتواند انفاق بکند به این راحتی، به خاطر سنگینی هزینه های زندگی، به خاطر خرج های بی رویه و تجمل گرایی که در زندگی انسان ها راه پیدا کرده است، در انفاق و صدقه ضعیف میشود. این است که ان هذا الدینار و الدرهم اهلک من کان قبلکم و هما مهلکاکم. هشدار پیامبر صلی الله علیه وسلم به امتش است که دینار و درهم انسانهای گذشته را هلاک کرد، شما را هم هلاک خواهد کرد. انسانها به خاطر حب مال و مال پرستی هلاک شدند، خیلی از انسانها. بنابراین اینجا لازم است که بشناسیم حقیقت قضیه را، درک بکنیم محتوای موضوع را، که آن چیزی که در دین به ما تشویق می شود به نفع خود ما هست، برکتی در مال خود ما ایجاد خواهد کرد. به فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم مال، انفاق مال باعث برکت در مال می شود. ما نقص مال و عبد من صدق. اینکه مال کم نمی شود که حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرده است، قسم خورده از اون حضرت، حتی اگر قسم نمی خورد او صادق و مصدوق است، قسم یاد کرده است. شما از یک انسان عادی اگر قسم بخورد باور میکنید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سوگند یاد میکند که ما نقص مال و عبد من صدق، مال انسان هرگز با صدقه کم نشد. یعنی این برکتی در مال ایجاد میکند. بقای واقعی برای انسان همون بقایی است که بعد از او باقی بماند، برای او باقی بماند، اون بقای واقعی است که بعد از حیاتش برایش باقی بماند، نه اون بقایی که پشت سر بگذارد دلش خوش باشد که برای وارثان خودش مالی را اندوخته است. اون دیگه مال انسان نیست. چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در قالب سؤال از یارانش پرسید، ایکم مال وارثه احب الیه من ماله، کدوم یکی از شما هست که مال وارثش نزد او از مال خودش محبوبتر باشد؟ همه متعجبانه گفتند که یا رسول الله، همه ما مال خودمون نزد ما محبوبتر است، مال وارث چه معنی دارد؟ این مال خودمون نزد ما محبوبتر است. فرمود فإن ماله ما قدم،
و مال وارثه ما اخر. اون مال او مالی است که از پیش فرستاد، تقدیم کرد، پیشا پیش ذخیره کرد برای خودش، پسنداز کرد در جهان آخرت. اما مال وارث اون مالی است که از خود به جا گذاشت. چون وقتی انسان از دنیا می رود دیگه ذره ای از این مال را به او نمی دهند که همراه خودش ببرد. 100,000 تومان هم به عنوان پول تو جیب او نمی دهند. ساعت دست او را بیرون می آورند در موقع غسل. هیچ چیز از مال دنیا جز کفنی که می پوسد همراه او نمی رود. و آرزو می کند انسان بر بگردد در لحظه آخر حیات خودش. و این حسرت به دلش می ماند. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت. وقتی که مرگ یکی از انسانها فرا می رسد می گوید مرا بر بگردانید ای خدا، مرا به دنیا بر بگردانید تا به تلافی آنچه که ترک کرده ام عمل صالحی انجام بدهم. یعنی در اون اموالی که از خودم به جا گذاشته ام عمل خیری انجام بدهم. لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت. این حرفی است و آرزویی است و حسرتی است که به دل انسان میماند. در آخر حیات دیگه بازگشتی نیست، نمیتواند انسان بر بگردد. این آرزو را به گور میبرد، به تعبیر معروف و دقیقش آرزو این که بتواند در آخر حیات لحظه ای به او فرصت داده شود که بتواند در مال خود انفاق بکند، اون مالی که اون شهامت را نداشته است حتی که در مال خودش وصیتی بکند، حتی برای امر خیر. اون مال خود را گذاشت و دست خالی از دنیا رفت. حالا معلوم نیست اعمال دیگر تا چند اندازه بتواند به دردش بخورد، اما مال دیگه به درد او نمیخورد. اون مالی که گذاشته است برای وارثین خودش، اونجا میگوید ما اغنا عنی مالی هلک عنی سلطانی. این مال من دردی از من دوا نکرد. در جهان آخرت حسرت میخورد به خاطر اون همه مالی که اندوخت، اما ذره ای نتوانست از اون استفاده کند. این واقعیت است. واقعیتی است که ما در جهان دنیا تا زمانی که این دنیا را داریم سپری میکنیم اون را درک نمیکنیم واقعا. اما بعد از اون خداوند به ما خبر داده است که اون را درک خواهیم کرد، حقیقت این موضوع را پی خواهیم برد، به این خواهیم رسید، به این واقعیت که حسرت بخوریم بر اون اموالی که ریالی از اون استفاده نکردیم برای سعادت اخروی خودمون. این است که مال در عین حالی که برای انسان برکت ایجاد می کند، در همین دنیا هم انفاق باعث برکت می شود. در حدیث آمده است که شخصی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از او خبر داده است در امتهای گذشته که در اثنایی که داشت در بیابان برای خودش، در صحرا برای خودش راه می رفت، ندایی شنید در ابرهای در ابرهای آسمان، اسق حدیقت فلان، باغ فلانی را آبیاری کن. اسمش را شنید در ابرهای آسمان، اسم شخصی، ملاحظه کرد با تعجب که ابرهای آسمان به یک طرف رفتند، در یک جا متراکم شدند و به شدت باریدند. اون ابرها بارید و جویباری از اون بارش باران به راه افتاد. او هم به دنبال اون جویبار حرکت کرد که این باران خدایا به کجا می رود؟ در این وسط بیابان این لکه ابری که این گونه بارید می خواهد به کجا برود این باران؟ رفت رفت تا رسید به یک باغی. به این باغ وارد شد همراه اون جویباری که به اون باغ وارد شده بود. به دنبال اون جویبار رفت، دید که شخصی بیل به دست ایستاده است، گویا منتظر رحمت الهی است، منتظر باران است، دارد زمین را زیر و رو می کند، آماده می کند برای گرفتن آب. سوال کرد از او اسمت کیست؟ اسم خود را گفت، همون اسمی که در آسمان شنیده بود. متعجبانه اسمش را شنید و او سوال کرد باز با تعجب چرا اسم مرا سوال میکنی؟ گفت من چند لحظه قبل در ابرهای آسمان نام تو را شنیدم که باغ فلانی را آبیاری کن، تو چه کار کرده ای؟ گفت تو چه کار کرده ای که خداوند برایت باران خصوصی میفرستد؟ گفت من کاری نکردم، همین که میبینی، غیر از این که مال خودم را، درآمد این باغ را به 3 قسمت تقسیم میکنم.
یک قسمت آن را خرج خود باغ میکنم، یک قسمت آن را خرج اهل و عیال خودم میکنم و قسمت سوم را صدقه میدهم. این برکت صدقه است. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا. به درجه بر و نیکوکاری و ابرار و نیکوکاران نمیرسید مگر اینکه از آن چه دوست دارید انفاق بکنید. اون مالی که انسان دوست دارد، خود مال محبوب انسان است، اما اون دوست دارترین مال، یعنی اون چیزی که بیشتر از همه انسان محبوب ترین مال، دوست داشتنی ترین مال، اون را انسان انفاق بکند. این خیلی سخت است. خیلی وقتا بعضی اموالی که دور انداختنی است یا محبوب نیست نزد ما، پولهای خرد، اموال بنجل، چیزهایی که دور انداختنی است، احیانا دلمون خوش است که انفاق میکنیم با اون. غذاهای مانده، هرچه که دور انداختنی است اون را انفاق میکنیم. این ارزشی ندارد. آنچه که دوست داری انفاق بکن. محبوب ترین مال خود را بردار، چشمت را ببند، بیاد آخرت بیفت، یک لحظه خود را بیاد سعادت اخروی بینداز. کجا میخواهی از این صدقت، از این انفاقت برخوردار بشه؟ چشمت را ببند و آن را در راه خدا انفاق بکن و مطمئن باش که این درمانی است برای تو. درمان قلب است، درمان جسم است. داو مرضاکم بالصدقه. اگر میخوای در دنیا برخوردار باشی از ثواب صدقت، این همین صدقه هم برای خود دنیا هم ارزش دارد. این گونه نیست که فقط ذخیره آخرت باشد. برکت مال در دنیاست، درمان همه امراض در همین دنیاست. داو مرضاکم بالصدقه. اونهایی که تجربه نکرده اند این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم را تجربه کنند. بیمارانتون را مداوا کنید با صدقه. خسته هم نشوید از صدقه دادن به نیت درمان یک بیماری صدقه بدهید. تجربه این را ثابت کرده است. اگر خواستی قلبت رقیق بشود، دلت نرم بشود، امسح رأس الیتیم و اطعم المسکین. در حدیث آمده است یتیم را نوازش بکن و به انسان مسکین و مستمند غذا بده، کمک بکن، بگو به فقرا و مساکین کمک بکن. کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس. هر انسان در سایه صدقه خودش هست در جهان آخرت. صدقه سایبانی خواهد بود بر روی انسان تا وقتی که فیصله شود بین مردم. یکی از کسانی که در زیر سایه عرش خدا هستند، رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. اون کسی که مخفیانه صدقه میدهد، اونقدر مخفیانه که دست راست دست چپش نمیداند که دست راستش چه انفاق کرد. این در زیر سایه عرش خداوند است در جهان آخرت. صدقه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن را برهانی، یعنی دلیل و مدرکی بر ایمان توصیف کرده است. از صدقه تو برهان، صدقه مدرک است برای انسان، نشانه صداقت ایمان است. به همین دلیل هم صدقه نامیده شده است. باعث تزکیه نفس انسان می شود. الذی یؤتی ماله یتزکا. وقتی انسان مال را برای رضای خدا بدهد پاک می شود، هم مالش پاک می شود، هم خودش پاک می شود، وجودش پاک می شود از رذایل اخلاقی و امراض قلبی، مخصوصا بیماری حرص، بیماری بخل، قساوت قلب. اینها همه امراض قلبی است که انسان از اون نجات پیدا می کند. ایو داء ادوا من البخل. در حدیث می خوانیم که چه دردی بدتر از درد بخل، از امراض قلبی و معنوی و روحی. بزرگترین دردی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر اون انگشت گذاشته است درد بخل است، که این درد را انسان باید در خودش درمان کند و داروی اون همین است که انسان انفاق بکند تا بتواند از این درد رهایی پیدا بکند. این قلبش پاک بشود، صاف بشود برای آنچه که خداوند میخواهد. خشم و غضب خدا را انسان فرو بنشاند. صدقه السر تطفئ و غضب الرب. غضب پروردگار را از بین میبرد. خشم خدا را فرو مینشاند که انسان صدقه بدهد، مخصوصا صدقه مخفیانه. وقایه است در مقابل آتش جهنم. اتقوا النار ولو بشق تمره. از آتش جهنم خود را نگه بدارید، هرچند با نصف دانه خرما باشد. صدقه ای که اون اندازه برکت دارد
در سرنوشت انسان، در پرونده انسان، که در حدیث آمده است که من تصدق بعدل تمره من کسب طیب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لاحدكم كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. یک دانه خرما وقتی که انسان صدقه میدهد، به تعبیر پیامبر صلی الله علیه و آله، در اون زمانی که خرما خیلی ارزش داشت، غذای مهمی برای مردم بود، خیلی ها در دسترسشون بود دیگه غذا، و از اون انفاق میکردن، صدقه میدادن، غذای معمول مردم بود. هر کس از به اندازه یک دانه خرما صدقه بدهد، به عدل تمرت، از مال پاک هم صدقه بدهد، که خداوند جز مال پاک را نمیپذیرد، خداوند همون صدقه را دریافت میکند از او و آن را پرورش میدهد، همان گونه که یکی از انسانها کره اسب خودشون را در اون زمان پرورش میدادند، تا اندازه ای که اون دانه خرما تکون مثل الجبل، به اندازه کوه می شود. یک دانه خرما می شود به اندازه کوه. این اندازه ارزش پیدا می کند، حجم پیدا می کند اون عملی که انسان خالصانه انجام بدهد. افضل المنازل را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، بزرگترین و بهترین منزلت های جهان آخرت را از آن کسانی توصیف کرده است که بتوانند در مال خود درست تصرف بکنند. دنیا مال چهار نفر است. در حدیث آمده است که انسانها در دنیا از این چهار دسته خارج نیستند. یکی شخصی که خداوند به او مال و علم هر دو داده است، هم مال و هم دانایی و معرفتی که بتواند اهمیت مال را بفهمد، جایگاه مال را بشناسد و بداند در مال خود چگونه تصرف بکند، عاقلانه تصرف بکند. این شخصی که خدا مال و علم به او داده است، فهو یتقی فیه ربه، در مال خودش تقوا پیشه می کند، و یصل فیه رحمه، صله ارحامش را هم به جا می آورد، و یعلم لله فیه حقا، برای الله هم در مال خودش حقی قائل است، برای دین خدا هم در مال خودش حقی قائل است. اگر گفته شد در راه خدا انفاق بکن، بخل نمی برزد، هم پرهیزگار است، در مال خودش تقوا پیشه می کند، درست تصرف می کند، خوشگذرانی و عیاشی نمی کند با مال، می فهمد که این مال نعمت الهی است و امتحان الهی هم هست، صله ارحامش را هم به جا می آورد، چون صله ارحام تنها با خوشوبش کردن ظاهری نیست، یکی از اهداف مهم صله ارحام رسیدگی به حال ارحام و خویشاوندان است، رسیدگی به حال آنهاست، درمان مشکل آنهاست. و یعلم لله فی حقا، برای خدا هم در مال خودش حقی قائل است، برای دین خدا. فهذا به افضل المنازل، این تعبیر را خیلی جانانه بفهمیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم درباره این شخص نظر داده است و فرموده است که این شخص در بهترین منزلت هاست، در بهترین جایگاه ها. اگر بهترین جایگاه را می خواهیم، این گونه رفتار بکنیم. نفر دوم، شخصی که خداوند به او مال نداده است، اما به او علم و معرفت و دانایی به او داده است، انسان دانا و فهمیده است. فهو صادق النیه، این انسان صادقی است از لحاظ نیت، نیتش صادقانه هست، آرزو می کند که ای کاش من مال داشتم مثل این فلانی در مال خودم تصرف می کردم، کار خیر انجام می دادم. فهو به نیته فاجره ما سوا، او هم با نیتش سرنوشتش تعیین می شود، اجر و پاداش این دو یکسان است. نفر سوم، عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، کسی که خدا به اون مال داده است اما از دانایی بی بهره است، آدم نادانی هست، حالیش نیست، یعنی هیچ. فهو یخبط فی ماله بغیر علم، جاهلانه در مال خودش تصرف می کند، لا یتقی فیه ربه، تقوای پروردگارش را در مال خودش رعایت نمی کند. انسان ناپرهیزگاری است، انسان بی تقوایی است، مال را وسیله خوشگذرانی و عیاشی و هرزگی قرار داده است، کارهای حرام انجام می دهد با مال خودش. ولا یصل فیه رحمه، به ارحام خودش هم هیچ اعتنایی ندارد، صله ارحامش را با مال خود ادا نمی کند. ولا یعلم لله فیه حقا، برای الله هم، برای دین خدا هم در مال خودش هیچ حقی قائل نیست. زبان حال یا قالش این است که انما اوتیته على علم عندي، مثل قارون میگوید که من این مال را با زرنگی خودم به دست آوردم، کسی در مال من حقی ندارد. اگر برای امر خیری، برای مسجدی، برای چیزی از او مال خواسته شد، فورا اخذ میکند،
حاضر نیست که ریالی از خود جدا بکند. مال دادن برای او برابر است با جان دادن. فهذا به اخبث المنازل، این در پسترین منزلت ها در جهان آخرت است. و نفر چهارم هم انسان بدبختر، کسی که نه مال دارد نه علم و دانایی دارد، آدم جاهلی هم هست. این هم آرزو میکند مثل این نفر سوم مال داشته باشد که این گونه در مال خود عیاشی کند، بی تقوایی کند با مال خودش. این هم با نیتش سرنوشتش رقم میخورد. گناه این دو یکسان است. این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم هشداری است برای همه ما. خودمون را مشمول اون دعای فرشتگان بگردانیم در این ماه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبر داده است که هر روزی که صبح می شود، هر روز خداوند دو تا فرشته نازل می کند، دو تا فرشته می فرستد به زمین. دو تا فرشته از جانب خداوند مأموریت دارند که دعا کنند، کار دیگر ندارند اصلا. یکی از این دو فرشته می گوید اللهم اعط منفقا خلفا، خدایا به هر کسی که انفاق کند جایگزینی در مالش قرار بده. و دیگری میگوید اللهم اعط ممسکا تلفا، خدایا کسی که مال خود را نگه می‌دارد، بخل می‌ورزد، مال او را تلف کن، یعنی تلفی در جان یا مال او ایجاد بکن. خودمان را مشمول دعای خیر اون فرشته‌ای که دعای خیر می‌کند در حق کسانی که انفاق می‌کنند قرار بدهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند.